بسم الله الرحمن الرحیم و اگر فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم و مردگان با آنها سخن می گفتند و همه چیز را در برابرشان گرد می هرگز ایمان نمی آورند. مگر آنکه خدا بخواهد ولی بیشترشان نمی دانند. و این چونین برای هر پیام بری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم که سخنان فریبنده و بی اساس به یکدیگر دیگر کردند و اگر پروردگارت می خواست چونین نمی کردند پس آنها را با تهمت و دروغهایشان هایشان واگذار و تا دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند به آن متمایل گردد و به آن خشنود شوند و هر گناهی که بخواهند انجام دهند ای پیامبر بگو آیا غیر خدا را بداوری طلب کنم و حال آنکه او کسی است که این کتاب روشن به سوی شما نازل کرده است و کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده ایم می دانند که این قرآن به حق از سوی پروردگارت نازل شده است بنابراین هرگز از تردید کنندگان مباش و کلام پروردگار تو با صدق و عدل به انجام رسید هیچ کس نمی تواند کلمات او را دیگر گون سازد و او شنوای داناست و اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی تو را از راه خدا گمراه می کنند زیرا آنها جز از گمان پیروی نمی کنند و جز به دروغ سخن نمیگویند. به راستی پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه میشوند آگاه تر است و او به هدایت یافتگان نیز آگاه تر است پس اگر به آیات او ایمان دارید از آنچه نام خدا بر آن برده شده بخورید و چرا از چیزهایی که هنگام زب نام خدا بر آن برده شده نمیخورید؟ حال آنکه خداوند آنچه را بر شما حرام کرده به روشنی بیان نموده است مگر اینکه ناچار باشید و همانا بسیاری از مردم به خاطر هوا و هوس و بیدانشی دیگران را گمراه می کنند بیگمان پروردگارت به حال تجاوزکاران داناتر است و گناه آشکار و پنهان را رها کنید همانا آنان که مرتکب گناه میشوند به زودی در برابر آنچه مرتکب میشوند مجازات خواهند شد و از آنچه هنگام زب نام خدا بر آن برده نشده نخورید و همانا این عمل نافرمانی گناه هست و گناه است و به راستی شیاطین به دوستان خود القا کنند تا با شما مجادله کنند و اگر از آنها اطاعت کنید بیگمان مشک خواهید بود آیا کسی که با کفر مرده بود پس با هدایت او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه می رود همانند کسی است که در تاریکی ها باشد و از آن خارج نگردد این چونین برای کافران آنچه که انجام می دادند آراسته شده است و اینگونه در هر شهر و دیاری بزرگان گناه کارانشان را قرار دادیم تا در آن نیرنگ کنند ولی نمی دانند که جز با خودشان مکر نمی برزند. و چون نشان ای برای آنها بیاید می گویند ما هرگز ایمان نمی آوریم مگر اینکه همانند آنچه به پیام بران خدا داده شده به ما هم داده شود خداوند آگاه تر است رسالت خیش را کجا قرار دهد به زودی به کسانی که مرتکب گناه شدند به سزای مکری که میورزیدند از جانب خدا خاری و عذاب سختی خواهد رسید پس هر کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه اش را برای قبول اسلام می گشاید و هر کس را که بخواهد گمراه کند سینه اش را چنان تنگ می کند که گویا به آسمان بالا می رود این چونین خداوند پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار می دهد و این راه مستقیم پروردگار توست به تحقیق ما آیات خود را برای گروهی که پند می گیرند بیان کردیم برای آنها در بهشت سرای آرامش و سلامتی نزد پروردگارشان خواهد بود و او ولی و دوستدار آنهاست به خاطر اعمال پسندیده ای که انجام میدادند و روزی که خداوند همه آنها را گرد آورد و میفرماید ای گروه جن شما افراد زیادی از انسانها را گمراه کردی و دوستان آنها از آدمیان میگویند پروردگارا هر یک از ما دو گروه از یکدیگر بهره شدیم و به آن مدتی که برای ما مقرر داشته بودی رسیدیم خداوند میفرماید آتش جایگاه شماست جاودانه در آن خواهید ماند مگر آنچه خدا بخواهد بیگمان پروردگار تو حکیم و حکی داناست و این چون بعضی از ستمگران را به کیفر آنچه انجام میدادند به بعض دیگر با میگذاریم ای گروه جن و انس آیا پیام برانی از شما به سوی شما نیامدند که آیات مرا برایتان بخوانند و شما را از ملاقات این روزتان هشدار دهند گویند بر خودمان گواهی می دهیم و زندگی دنیا آنها را فریب داد و بر زیان خودشان گواهی دهند که کافر بودند این بدان سبب است که پروردگارت هیچگاه شهرها را در حالی که مردمش غافل و بیخبر باشند به ستم هلاک نمی کند و برای هر یک در برابر آنچه انجام داده اند درجاتی است و پروردگارت از آنچه انجام می دهند غافل نیست و پروردگارت بینیاز و صاحب رحمت بیکران است اگر بخواهد شما را میبرد و پس از شما هر کس را بخواهد جانشین می کند چنان که شما را از نسل گروهی دیگر به وجود آورد مسلما آنچه به شما وعد داده می شود خواهد آمد و شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و از کیفر الهی فرار کنید بگو ای قوم من به شیوه خود عمل کنید همانا من نیز به شیوه خود عمل می کنم اما به زودی خواهید دانست که چه کسی سرانجام نیک خواهد داشت به تحقیق ستمکاران رستگار نخواهند شد و مشرکان از آنچه خداوند از زراعت و چهار پایان آفریده است بهره ای برای او قرار دادند و به گمان خود گفتند این برای خداست و این هم برای شریکان ماست پس آنچه از آن شریکانشان بود به خدا نمی رسید و آنچه از آن خدا بود به شریکانشان می رسید چه بد حکم می کنند و این چون این شریکانشان برای بسیاری از مشکان کشتن فرزندانشان را آراست جلب دادند تا هلاکشان کنند و آینشان را بر آنان مشتبه سازند و اگر خدا میخواست چنین نمی کردند پس آنها را با تهمتهایشان واگذار و گفتند این چهار پایان و کشت زارها برای همه ممنوع است مگر کسانی که ما بخواهیم به گمان آنان نباید از آن بخورد و چهار پایانی دیگر است که سوار شدن بر پشت آنها حرام است و نیز چهار پایانی دیگر است که هنگام زب نام خدا را بر آن نمی بردند و با این کارشان به خدا دروغ می بستند و خداوند به زودی کیفر افتراهایشان را خواهد داد و گفتند آنچه در شکم این چهار پایان است مخصوص مردان ماست و بر همسران من حرام است و اگر مرده باشد پس همگی در آن شریکند به زودی خداوند کیفر این توصیف آنها را می دهد بیگمان او حکیم داناست مسلما زیان کردند آنها که فرزندان خود را به نادانی کشتند و از روی افترا بر خداوند آنچه را خدا روزیشان نموده بود بر خود تحریم کردند به تحقیق آنها گمراه شدند و راه هدایت را نیافته بودند و اوست که باغهایی دار بست و بیدار بست و درخت خرما و کش زار با میبه های گوناگون و زیتون و انار را شبیه و بیشباهت پدید آورد از میوه آن به هنگامی که رسید بخورید و حق آن را در روز دروش بپردازید و اصراف نکنید بیگمان او اصراف کنندگان را دوست ندارد و نیز از چهار پایان حیوانات باربر و حیوانات کوچک که توان حمل بار ندارند آفرید از آنچه خدا به شما روزی داده است بخورید و از گام های شیطان پیروی مکنید بیگمان او دشمن آشکار شماست هشت جفت از چهار پایان آفرید از میش یک جفت و از بز یک جفت بگو آیا خداوند دو نر را حرام کرده است یا دو ماده را یا آنچه که در رحم های این دو ماده در بردارد اگر راست میگویید از روی علم به من خبر دهید و از شطور یک جفت و از گاو یک جفت بگو آیا دو نر را حرام کرده است یا دو ماده را یا آنچه که در رحم های این دو ماده در بردارد آیا هنگامی که خداوند شما را به تحریم آن توصیه کرد حاضر و گواه بودید پس چه کسی ستم کار تر است از آن کس که بر خدا دروغ بندد تا مردم را از روی نادانی گمراه سازد مسلما خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند بگو در آنچه بر من وحی شده است چیز حرامی را که خوردن آن بر خورندهای حرام باشد نمی بجز به جز این که مردار باشد یا خون ریخته شده یا گوشت خوک که پلید است یا حیوانی که در کشتنش نافرمانی خدا شده هنگام زب نام غیر خدا بر آن برده شده باشد اما کسی که به خوردن آنها ناچار گردد بی آنکه خواهان لذت آن باشد و یا زیاد روی و تجاوز کند گناهی بر وی نیست بی گمان پروردگارت آمرزنده مهربان است و بر یهودیان هر حیوان ناخندار را حرام کردیم و از گاو و گوسفند پیه آن دو را بر آنها حرام ساختیم مگر آنچه که بر پشت آنها قرار دارد و یا در لابلای روده ها یا آنچه به استخوان آمیخته است این را به سبب سرکشی و ستمی که می کردند به آنها کیفر دادیم و حقا ما راست گوییم پس اگر تو را تکذیب کنند بگو پروردگار شما دارای رحمتی گسترده است و عذابش از گروه مجرم دفت نخواهد شد به زودی کسانی که شرک ورزیدند میگویند اگر خدا میخواست نما شرک میآوردیم و نه پدران ما و نه چیزی را تحریم میکردیم کسانی که پیش از آنها بودند نیز این چونین تکذیب کردند تا آنکه طعم عذاب ما را چشیدند بگو آیا نزد شما دانشی است که آن را برای ما آشکار سازید شما فقط از پندارهای بیاساس پیروی می کنید و شما جز گزافه و دروغ نمی گویید. بگو دلیل رسا و قاطع از آن خداست پس اگر میخواست همه شما را هدایت میکرد گواهان خود را که گواهی میدهند که خداوند این را حرام کرده است بیاورید پس اگر آنها به دروغ گواهی دهند تو با آنان گواهی نده و از هوا و هوس کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و کسانی که به آخرت ایمان ندارند و بتها را با خداوند برابر و شریک قرار میدهند پیروی مکن بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخانم آنکه چیزی را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از بیم فقر نکشید ما شما و آنها را روزی میدهیم و به کارهای زشت و ناشایست آنچه آشکار باشد یا پنهان نزدیک نشوید و کسی را که خداوند کشتنش را حرام کرده است جز به حق نکشید این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است باشد که خرد ورزید و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به نیکوترین وجهی که برای اصلاح باشد تا به سن رشد خود برسد و حق پیمان و وزن را به عدالت ادا کنید ما هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم و هرگاه سخنگویید یا داوری کنید و یا شهادت می دهید پس عدالت را رعایت کنید حتی اگر در مورد نزدیکان شما بوده باشد و به عهد و پیمان خدا وفا کنید این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است تا متذکر شوید و این راه مستقیم من است پس از آن پیروی کنید و از راه های پراکنده پیروی نکنید که شما را از راه خدا دور می کند این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است شاید پرهیزگار شوید سپس به موسی کتاب آسمانی دادیم تا نعمت خود را بر کسی که نیکوکار بوده تمام و کامل کنیم و همه چیز را به تفصیل بیان کردیم و آن را مایه هدایت و رحمت قرار دادیم شاید به لقای پروردگارشان ایمان بیاورند به این قرآن کتابی است پربرکت که ما نازل کردیم از آن پیروی کنید و پرهیزگار باشید تا مورد رحمت قرار گیرید تا نگویید کتاب آسمانی تنها بر دو طایف پیش از ما نازل شده بود و ما از خواندن و آموختن آنها بیخبر بودیم یا بگویید اگر کتاب آسمانی بر ما نازل میشد از آنها راه یافت تر بودیم مسلما از جانب پروردگارتان دلیل روشن و هدایت و رحمت برای شما آمده است پس چه کسی ستمکار تر است از کسی که آیات خدا را تقذیب کند و از آن روی گرداند به زودی کسانی را که از آیات ما روی می به عذابی سخت مجازات خواهیم داد آیا انتظاری جز آن دارند که فرشتگان مرگ نزدشان بیایند یا پروردگارت خودش به سوی آنها بیاید یا بعضی از آیات پروردگارت بیاید روزی که بعضی از آیات پروردگارت بیاید ایمان آوردن افرادی که قبلا ایمان نیاورده اند یا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده اند سودی به حال آنها نخواهد داشت بگو منتظر باشید بیگمان ما نیز منتظر خواهیم بود به راستی کسانی که آین خود را پراکنده ساختند و دست دسته شدند تو را با آنان هیچ گونه کاری نیست کار آنها تنها با خداست سپس آنها را از آنچه انجام میدادند آگاه می سازد. روز قیامت هر کس کار نیکی آورد پس ده برابر آن پاداش دارد و هر کس کار بدی آورد جز بمانند آن کیفر نخواهد دید و بر آنها ستمی نخواهد شد بگو به تحقیق پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است دین درست و پابرجا دین حنیف ابراهیم حق پر است که از مشکان نبود بگو بیگمان نمازم و عبادت و قربانی من و زندگی و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است شریکی برای او نیست و به این مأمور شده ام و من نخستین مسلمانم بگو آیا غیر خدا پروردگاری را بجویم در حالی که او پروردگار همه چیز است و هیچ کس گناهی مرتکب نمی شود مگر آنکه به زیان خود اوست و هیچ گناه کاری بار گناه دیگری را به دوش نمی گیرد سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است پس شما را از آنچه در آن اختلاف داشتید آگاه می کند و او کسی است که شما را جانشینان در زمین قرار داد و درجات بعضی از شما را نسبت به بعضی دیگر برتری داد تا شما را به وسیله آنچه که به شما داده است بیازماید مسلما پروردگار تو زود کیفر است و همانا او آمرزندی مهربان است سوره اعراف بسم الله الرحمن الرحیم الف, لام میم صاد این کتابی است که بر تو نازل شده است پس نباید در سینهت از آن تنگی باشد تا به آن مردم را بیم دهی و برای مؤمنان پند و تذکری باشد آنچه از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید و از اولیا و معبودهای دیگر جز او پیروی نکنید چه اندک پند میپذیرید چه بسیار شهرها و آبادیها که آنها را نابود کردیم و عذاب ما به هنگام شب یا در هنگام خواب نیم روز به سراغشان آمد و چون عذاب ما به سراغ آنها آمد سخنی نداشتند جز اینکه گفتند بیگمان ما ستمکار بودیم مسلما ما از کسانی که پیام بران به سوی آنها فرستاده شدند سوال خواهیم کرد و البته از پیام بران نیز سوال می کنیم یقینا کردارشان را با علم خود برایشان بیان می کنیم و ما هرگز غایب نبوده ایم وزن و سنجش اعمال در آن روز حق است پس کسانی که کفی ترازویشان سنگین است پس آنانند که رستگارند و کسانی که کفی ترازویشان سبک است آنان کسانی هستند که به خاطر انکار و ستمی که نسبت به آیات ما می کردند به خیش زیان رساندند و به راستی ما شما را در زمین اقتدار دادیم و در آن وسایل معیشت را برای شما قرار دادیم چه اندک شکر گذاری می کنید و به تحقیق ما شما را آفریدیم آنگاه شما را شکل و صورت دادیم سپس به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید پس همه سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود خداوند فرمود وقتی که تو را فرمان دادم چه چیز مانع سجده کردنت شد ابلیس گفت من از او بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از گل فرمود از آن بهشت آی که حق تو نیست که در آن تکبر ورزی پس بیرون رو بیشک تو از خار شدگانی ابلیس گفت تا روزی که مردم برانگیخته میشوند مرا مهلت ده خداوند فرمود مسلما تو از مهلت یافتگانی ابلیس گفت پس به سبب آنکه مرا گمراه کردی من نیز بر سر راه مستقیم تو برای گمراه ساختن آنها در کمین می نشینم. سپس از پیش رویشان و از پشت سرشان و از سمت راستشان و از سمت چپشان بر آنها میتازم و بیشترشان را شکر گذار نخواهی یافت خداوند فرمود از آن نکوهیده و خار بیرون رو قطعا هر کس از آنها از تو پیروی کند جهنم را از شما همگی پر خواهم کرد و ای آدم تو و همسرت در بهش ساکن شوید پس از هر جا که خواستید بخورید و به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آنچه را از شرمگاهشان که از آنها پوشیده بود در نظرشان آشکار سازد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت نه نکرده است مگر به خاطر اینکه مبادا با خوردن آن فرشته شوید یا از جاودانان گردید و برای آن دو سوگند یاد کرد که من برای شما از خیر خواهانم پس به این ترتیب آنها را با فریب از مقام و منزلشان فرود آورد و چون از آن درخت چشیدند شرمگاهشان بر آنها آشکار شد و شروع کردند به قرار دادن برگ درختان بهشت بر خود تا آن را بپوشانند و پروردگارشان آنها را داد آیا شما را از آن درخت من نکردم؟ و به شما نگفته بودم که شیطان دشمن آشکار شماست آن دو گفتند پروردگارا ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی مسلما از زیانکاران خواهیم بود خداوند فرمود فرودایید در حالی که بعضی از شما نسبت به بعض دیگر دشمن خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و بهرهمندی خواهد بود فرمود در آن زندگی می کنید و در آن می میرید و در رستاخیز از آن بیرون آورده خواهید شد ای فرزندان آدم به راستی برای شما لباسی که شرمگاهتان را می پوشاند و مایه زینت شماست نازل کردیم و لباس تقوا بهتر است این از آیات و نشانه های خداوند است تا انسان ها متذکر شوند ای فرزندان آدم شیطان شما را نفریبد چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان کند تا شرمگاهشان را بیانها نشان دهد بیگمان او و همکارانش شما را می بینند از جایی که شما آنها را نمی بینید. براستی ما شیطانها را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند و چون کار زشتی انجام دهند گویند نیاکان خود را بر این کار یافته ایم و خداوند ما را بدان فرمان داده است بگو خداوند هرگز به کار زشت فرمان نمی دهد. آیا چیزی را که نمیدانید دانید به خدا نسبت می دهید؟ بگو پروردگارم به عدالت فرمان داده است و نیز در هر مسجدی و به هنگام هر نمازی روی هایتان را به سوی او کنید و او را به دعا و نیایش بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص گردانید همانطور که در آغاز شما را آفرید بعد از مرگ بار دیگر به سویش باز میگردید گروهی را هدایت نمود و گروهی دیگر گمراهی بر آنها محقق و ثابت گشت زیرا آنها شیطانها را به جای خداوند سرپرست و دوستان خیش برگزیدند و گمان می کنند که آنان هدایت یافتند ای فرزندان آدم به هنگام رفتن به مسجد و در هر نمازی زینت خود را برگیرید و بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید بی گمان خداوند اسراف کاران را دوست نمی دارد بگو چه کسی لباس و زینت هایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و روزی های پاکیزه را حرام کرده است بگو این چیز در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند اگرچه کافران نیز از آنها بهرهمند میشوند اما روز قیامت خاص برای مؤمنان خواهد بود این چونین آیات خود را برای گروهی که می دانند بیان می کنی. بگو خداوند فقط کارهای زشت را چه آشکارا باشد و چه پنهان و نیز گناه و سرکشی به ناحق را حرام کرده است و اینکه چیزی را شریک خدا قرار دهید که خداوند دلیلی بر حقانیت آن نازل نکرده است و چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت دهید حرام نموده است و برای هر امتی زمان و مدت معینی است پس هنگامی که عجلشان فرار رسد نه لحظه ای از آن تأخیر کنند و نه بر آن پیشی گیرند ای فرزندان آدم هرگاه پیام برانی از خود شما به نزد شما بیایند که آیات مرا برای شما بخوانند از آنها پیروی کنید پس هرکس کس که پرهیزگاری کند و اعمال خود را اصلاح کند نه ترسی بر آنهاست و نه آنان اندوهگین شوند و کسانی که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن تکبر ورزند آنان اهل دوزخند جاودان در آن خواهند ماند پس چه کسی ستم کارتر است از کسی که بر خدا دروغ میبندد یا آیات او را تکذیب کند آنها نصیب و بهرهشان از کتاب به آنان میرسد تا زمانی که فرستادگان ما به سراغشان روند که جانشان را بگیرند گویند کجایند آن چیزهایی که به جای خدا می پرستیدید؟ آنها گویند آنها نابود و گم شدند و بر زیان خود گواهی دهند که کافر بودند خداوند به آنان می فرماید در بین گروه های از جن و انس که پیش از شما گذشته اند در آتش دوزخ وارد شوید هرگاه که گروهی وارد می شوند گروه دیگر را لعنت کنند تا هنگامی که همگی در آنجا به هم رسند گروه آخر و پیروان در گروه اول و پیش و آیان خود گویند پروردگارا اینها بودند که ما را گمراه کردند پس عذابی دوچندان از آتش به آنان بده خداوند می‌فرماید برای هر کدام از شما عذاب دوچندان است ولی شما نمیدانید و گروه اول و پیش و آیانشان به گروه آخر و پیروانشان گویند شما را بر ما هیچ برتری نیست پس به کیفر آنچه انجام میدادید عذاب را بچشید بیگمان کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن گردن کشی و تکبر ورزیدند درهای آسمان هرگز برایشان گشوده نمی شود و به بهشت داخل نخواهند شد مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن درآید و این چنین گناه کاران را کیفر می دهیم برای آنها بستری از آتش جهنم و نیز روی آنها پوشش هایی از آتش جهنم است و این چنین ستم کاران را کیفر می دهیم و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنین. آنها اهل بهشت هستند و جاودان در آن خواهند ماند و آنچه از کینه که در سینه هایشان است بر و از زیر درختان و مسکنهای آنها نرها جاری است و گویند ستایش مخصوص خداوندی است که ما را به این بهشت هدایت نمود و اگر خداوند ما را هدایت نمی کرد ما هرگز راه نمی یافتیم مسلما فرستادگان پروردگار ما به حق آمدند و آنگاه به آنان ندا داده می شود که این بهشت را به پاداش آنچه که انجام می دادید به شما داده اند و ارث بردید و اهل بهشت اهل دوزخ را صدا میزنند که آنچه را که پروردگارمان به ما وعده داده بود همه را حق یافتیم پس آیا شما نیز آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید گویند آری پس ندا دهنده ای در میان آنها ندا دهد که لعنت خدا بر ستمکاران باد همان کسانی که مردم را از راه خدا باز می داشتند و آن را کج می و نیز آنها به آخرت کافر بودند و در میان آن دو گروه بهشتی و دوزخی هجابی است و بر اعراف مردانی هستند که هر یک از آن دو گروه را از سیما و چهرهشان می و اهل بهشت را صدا می زنند که سلام بر شما باد اینان هرچند طمع بهش دارند و هنوز بدان در نیامده اند و چون چشمشان به سوی اهل دوزخ گردانده شود گویند پروردگارا ما را با گروه ستمگران قرار مده و اهل عراف مردانی از اهل دوزخ را که از سیما و چهرهشان آنها را میشناسند صدا میزنند گویند جمعیت و مال اندوزی شما و آن سرکشی و تکبرهای شما به حالتان فایده ای نبخشید آیا اینها همان کسانی هستند که سوگند یاد می کردید که هرگز خداوند رحمتی به آنان نمی رساند؟ به آنها گفته می شود به بهشت داخل شوید نه ترسی بر شماست و نه شما اندوهگین می شوید و اهل دوزخ اهل بهشت را صدا میزنند که اندکی از آب یا از آنچه خداوند به شما روزی داده بر ما بریزید آنها گویند بیگمان خداوند هر دو را بر کافران حرام کرده است آنان که دین خود را سرگرمی و بازی چه گرفتند و زندگی دنیا آنها را فریفت پس امروز ما آنها را فراموش می کنیم. همانطور که آنها دیدار چون این روزی را فراموش کردند و آنکه آیات ما را این کار می کردن. و به تحقیق ما کتابی برای آنها آوردیم که آن را از روی دانش به تفصیل بیان کردیم که مایه هدایت و رحمت برای قومی است که ایمان می آورند. آیا آنها جز انتظار تعبیلش را دارند؟ روزی که تعویلش فرا رسد کسانی که آن را پیش از این فراموش کرده بودند میگویند مسلما فرستادگان پروردگارمان به حق آمده بودند پس آیا امروز برای ما شفیعانی هستند که برای ما شفاعت کنند یا باز گردیم آنگاه اعمالی غیر از آنچه می کردیم انجام دهیم به تحقیق آنها به خود زیان رسانیدند و معبودهایی ساختگی و آنچه دروغ می بافتند همگی از نظر آنان ناپدید و گم شد ای مردم بیگمان پروردگار شما الله است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش مستقر شد شب را به روز می پوشاند که شتابان در پی آن میرود و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که مسخر فرمان او هستند آگاه باشید که آفرینش و فرمان روائی از آن اوست پربرکت است خداوندی که پروردگار جهانیان است پروردگارتان را با تزرع و زاری و در پنهانی بخوانید همانا او از حد در گذرندگان را دوست نمی دارد و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و او را با بیم و امید بخوانید همانا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است و او کسی است که بادها را بشارت دهنده در پیشا پیش باران رحمتش میفرستد تا هنگامی که ابرهای سنگین بار را بردارند ما آن را به سوی شهر و سرزمینی مرده میفرستیم سپس از آن آب را نازل می کنیم آنگاه از آن آب از هر گونه میوهی از دل خاک بیرون می آوریم این گونه مردگان را زنده می کنیم و از قبرها بیرون می آوریم شاید پند گیرید سرزمین پاکی زگیاهش به فرمان پروردگارش می روید و سرزمین ناپاک جز اندک و بی ارزش از آن نمی روید. اینگونه آیات خود را برای گروهی که سپاس میگذارند گوناگون بیان میکنیم همانا ما نوح را به سوی قومش فرستادیم پس گفت ای قوم من خدا را بپرستید که جز او معبودی راستین برای شما نیست بیگمان من بر شما از عذاب روزی بزرگ میترسم اشراف و بزرگان قومش گفتند به راستی ما تو را در گمراهی آشکار می بینیم. گفت ای قوم من هیچ گونه گمراهی در من نیست بلکه من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیان هستم پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و شما را اندرز می دهم و از شریعت خداوند چیزهایی می دانم که شما نمی دانید آیا تعجب کرده اید که پندی از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از خود شما برای شما برسد تا شما را بیم دهد و تا پرهیزگاری پیش کنید و باشد که مشمول رحمت گردید پس او را تکذیب کردند آنگاه ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند نجات دادیم و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم به راستی آنها گروهی نابینا بودند و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید که جز او معبودی راستین برای شما نیست آیا پرهیزگاری پیش نمی کنید؟ اشراف و بزرگان قوم او که کافر بودند گفتند بیگمان ما تو را در سفاحت می بینیم و ما مسلما تو را از دروغ گویان می پنداریم. گفت ای قوم من هیچ گونه سفاحت و نادانی در من نیست بلکه من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیان هستم پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و من خیرخواه امینی برای شما هستم آیا تعجب کرده اید که پندی از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از خود شما برای شما برسد تا شما را بیم دهد؟ و به یاد آورید هنگامی که پس از قوم نوح شما را جانشینان آنان قرار داد و شما را در آفرینش فزونی داد پس نعمتهای خدا را به یاد آورید شاید رستگار شوید گفتند آیا به نزد ما آمده ای که تنها خدا را عبادت کنیم و آنچه را من می دهند رها کنیم پس اگر از راست گویان هستی آنچه را از عذاب الهی به ما بعد می دهی بیاور هود گفت به تحقیق عذاب و غذب از جانب پروردگارتان بر شما واقع شده و شما را فرا گرفته است آیا با من در باری نام های مجادله می کنید که شما و نیاکانتان بر بطخانه ها در حالی که خداوند هیچ دلیل و برهانی در باری آن نازل نکرده است پس شما منتظر باشید بیگمان من نیز با شما از منتظرانم پس او و کسانی را که با او بودند به رحمت و لطفی از سوی خیش نجات دادیم و ریشه کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و از مؤمنان نبودند قطع کردیم و به سوی قوم سمود برادرشان صالح را فرستادیم گفت ای قوم من خدا را بپرستید که جز او معبودی راستین برای شما نیست همانا دلیل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است این ماد شطر خدا برای شما معجزه است پس او را به حال خود واگذارید که در زمین خدا بچرد و علف بخورد و آن را آزار و آسیبی نرسانید که عذاب دردناکی شما را خواهد گرفت و به یاد آورید هنگامی که شما را پس از قوم عاد جانشینان آنان قرار داد و در زمین مستقر ساخت که در دشت های آن قصرهایی هایی بنا می کنید و در کوه ها خانه هایی می تراشید پس نعمت های خدا را به یاد آورید و در زمین به فساد و تباهی نکوشید اشراف و بزرگان از قوم او که گردن کشی می کردند به مستضعفان به همان کسانی از آنان که ایمان آورده بودند گفتند آیا شما به راستی یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ آنها گفتند ما به آنچه او بدان فرستاده شده ایمان داریم آنان که گردن کشی می کردند گفتند ما به آنچه شما به آن ایمان آورده اید منکر و کافرین پس ماد شطر را پی کردند و از فرمان پروردگارشان سرباز زدند و گفتند ای صالح اگر تو از پیامبران خدا هستی آنچه را به ما بعد می بیاور آنگاه زلزلهای ای آنها را فرا گرفت در نتیجه در خانه های خود از پای درآمدند. پس صالح از آنها روی گردانید و گفت ای قوم من پیام پروردگارم را به شما رساندم و برای شما خیر خواهی کردم ولی شما خیرخواهان را دوست نمی دارید و به یاد آورید لوط را هنگامی که به قوم خود گفت آیا کار بسیار زشتی را انجام می دهید که پیش از شما هیچ یک از جهانیان انجام نداده است همانا شما به جای زنان با مردان شهفت می رانید به راستی که شما قومی تجاوزکار هستید و پاسخ قومش جز این نبود که گفتند اینها را از شهر و دیارتان بیرون کنید که اینها مردمی هستند که پاکیزگی می طلبند. پس ما او و خاندانش را نجات دادیم جز همسرش که از بازماندگان بود و بارانی از سنگ بر آنها بارانیدیم که آنها را نابود ساخت پس بنگر که سرانجام گناهکاران چگونه بود و به سوی مردم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت ای قوم من خدا را بپرستید که جز او معبودی راستین برای شما نیست مسلما دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است پس حق پیمانه و ترازو را کامل و درست ادا کنید و از اموال و چیزهای مردم را چیزی نکاهید و در زمین پس از اصلاحش فساد نکنید اگر ایمان دارید این برای شما بهتر است و بر سر هر راهی ننشینید که مردم را تهدید کنید و از راه خدا کسی را که به او ایمان آورده است باز دارید و آن را کج می خواهید و به یاد آورید زمانی را که اندک بودید و او شما را بسیار گرداند و بنگرید سرانجام مفسدان چگونه بود و اگر گروهی از شما به آنچه من به آن فرستاده شده ام ایمان آورده اند و گروهی دیگر ایمان نیاورده اند پس صبر کنید و منتظر بمانید تا خداوند میان ما داوری کند که او بهترین داوران است